به همین مناسبت ارتباط مستقیمی با حاج ریاض میخلفزاده در نجف اشرف برقرار کردیم تا گزارش میدانی ایشان را از حال و هوای امروز صحن و سرای امیرالمومنین در نجف اشرف در سالروز شهادت پیامبر اکرم ببینیم و بشنویم. آقای حاج ریاض میخلفزاده، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم خدمت شما برادر عزیزم جناب محمدی و به کلیه بینندگان عزیز اخبار شیعه از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. اما حالا هوای نجف اشرف، جای همگی شما خالی، خیابان‌های منتهی به حرم مطهر آقا امیرالمؤمنین، اطراف خود حرم و داخل خود حرم مملو و از جمعیت زائر بوده از صبح تا به الان. عزاداران، مواکب خدمی، همه اینها به کار بودند و عرض تسلیت داشتن خدمت آقا امیرالمؤمنین سالروز شهادت آقا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو. و عرض بکنم مردمان از جای جای این کره خاکی، به ویژه از کشورهای مجاور و عزیزانی که به عنوان زائرین اربعین وارد کشور عراق شده بودند، هنوز در شهر نجف اشرف هستند، در مشایه شرکت کردن است از کربلا به طرف نجف اشرف و آمدن به نجف، و همچنین مواکب در بین راه در خیابان‌های منتهی به حرم هنوز هم مشغول خدمتگزاری هستند. گرچه از صبح تا به الان حالا تعداد زائرین و عزاداران آقا پیامبر اکرم صلوات الله علیه رو که در سالروز شهادتشون به زیارت آقا امیرالمؤمنین اومدن هنوز کامل اعلام نشده، ولی فکر نمی‌کنم این زیارت میلیونی نسبت به سال گذشته که ما دیدیم خیلی بیشتر و بیشتر تعداد زائر و مواکب بودن، که عرض کردم همچنان در حال خدمت کردن به زائرین آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آله بودن و افرادی که وارد حرم ها می شدن. میخوام از این که وارد حرم شدم هم عرض بکنم که فقط ندای لبیک یا علی از زبان اینها خارج می شد، و این که امروز رو ما به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض تسلیت داریم، فقدان و شهادت پدر بزرگوارشون رو، همچنین به آقا امیرالمؤمنین و ائمه اطهار. یک بار دیگه آرزو میکنم انشاءالله همه عزیزان رزق و روزیشون باشه و زائر آقا امیرالمؤمنین، زائر پیامبر اکرم باشن در یک همچین روزهایی. ما هم تا زمانی که نجف اشرف هستیم انشاءالله دعاگو و نایب و زیاره شما عزیزان و کلیه بینندگان محترم تلویزیون امام حسین علیه السلام خواهیم بود انشاءالله. ممنونم اگر از شما. سؤال دیگری ندارید من از خدمت شما مرخص میشم. ممنونم از شما حاج ریاض میخلفزاده، نجف اشرف.